اونی که قلب غروبه، اونی که قلب غروبه، میخونه روزه مادر، درد قربت راز غیبت، گوشه یه مرد تنها، رنگ غیرت داره اشکاش، به امید صبح فردا، رنگ غیرت داره اشکاش، به امید صبح فردا، به امید صبح فردا. وای باران اگر بی تو ببارد، وای خورشید اگر بی تو براید، دریغ از بهار ای دریغ از بهار اگر بی تو بپاید، وای بر من اگر بی تو بمان. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. ایام شهادت بزرگبانوی دو جهان صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم هر کجا که تشریف دارید در پناه اون حضرت موفق و مؤید باشید. همچنان با برنامه مادر هستی و مباحثی پیرامون زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد حائری قزوینی دام عزه. جناب استاد خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید. علیکم و رحمت الله. خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم و ایام شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به همه بینندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. امیدواریم خداوند متعال همه ما را مشمول عنایات مولامون صاحب الزمان ارواحنا له الفدا قرار بدهد ان شاء الله. جناب حائری، در جلسات گذشته به مصائبی که بر بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیامبر گرامی اسلام وارد شد پرداختیم. از جمله اشاره فرمودید که مصیبت هایی که وارد شد هجوم به بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، سوزاندن در خانه حضرت بود و بالاخره غصب خلافت همسرشون آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و غصب فدک. سؤالی که برام پیش آمده اینه که بالاخره در این ایامی که این مصائب بر بی بی دو عالم و خاندان وحی نازل شد، آیا بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به اون چه بر غصب خلافت آقا امیر مؤمنان گذشت آیا بی تفاوت بودن یا بالاخره اقدامی داشتن، کارهایی، صحبتایی، سخنانی، این اقداماتی اگر داشتن چه بوده؟ در واقع حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اول مدافع امیر مؤمنان علی علیه السلام بودند و مخصوصا در این ایام حساس حضرت اقدامات مختلفی را داشتند در این زمینه.
که یکی از اونها خطبه حضرت زهرا سامانیا هست، خطبه فدکیه معروف شده و باز خطبه‌ای که در جمع زنان ایراد فرمودند موقعی که زنها آمدند برای عیادت حضرت زهرا سامانیا. انشاءالله اینا رو در شاید جلسات بعدی تعرض بشیم به تفصیل راجع به خطبه، یعنی تا حدودی که وقت اجازه میده و این برنامه ما اجازه میده راجع به خطبه حضرت زهرا سامانیا مطالبی رو عرض میکنم. و اما غیر از خطبه هم حضرت زهرا سامانیا طبق روایاتی که هست شبها همراه امیرالمومنین علی علیه السلام میرفتن در خانه مهاجر و انصار، تا 40 شب این کار انجام میشده طبق بعضی از روایات و حضرت زهرا سامانیا از مردم کمک میخواستند برای یاری امیرالمومنین علی علیه السلام. و حتی یک عده ای از اینها که عذر می آوردن که ما اگر قبلا می دانستیم مثلا با ابوبکر بیعت نمی کردیم، ولی حالا که بیعت کردیم با ابوبکر دیگه نمی تونیم بیعتمون رو بشکنیم. جالب اینه که اینها با امیرالمومنین سامان علی بیعت کردن در غدیر و بیعتشون رو شکستن، ولی حالا میگن ما با ابوبکر بیعت کردیم و بیعتمون رو چطور بشکنیم. اینها یک عذرهای عجیبی بوده است از این مردم و امتحانهای عجیبی که در بین مردم پیش آمد و خداوند متعال عجیب مردم رو امتحان فرمود با این جریانات که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم خیلی امتحان بزرگی رو تجربه کردن. جالب اینه که در ادامه آیه میفرماد ولقد فتنا الذين من قبلهم، یعنی همون گونه که امتهای قبل امتحان شدن امتحان امت اسلامی هم به این صورت بود. بله همینطوره، امت اسلامی امتحانهای بزرگی داشتن که از مهمترین اونها همون جریان از خلافت شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و غصب خلافت از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بود. و باز حضرت صدیقه طاهر سامان علیها در این ایام وقتی به کنار قبر پدر بزرگوارشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می رفتن و اونجا وقتی که مصیبت ها رو اظهار می کردن روی این مسئله بیشتر تکیه می کردن، مسئله غصب خلافت از امیرالمومنین علی علیه السلام و روی گرداندن مردم از بیت وحی. مثلا در موقعی که به زیارت قبر عموی بزرگوارشون حضرت حمزه می رفتن، یعنی عموی پدرشون پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، حمزه سید الشهدا، حضرت حمزه و سایر شهدای احد، یعنی بسیاری از شهدای احد دوان، چون یک عده‌ای رو هم آوردن مدینه دفن کردن. اما در کتاب ها عبارت ها داره که تزور الشهدا، مخصوصا حضرت حمزه را که اسم بردن در بعضی از روایات، که نه حضرت زهرا سلام علیها هفته دو روز می رفتن به زیارت قبر حضرت حمزه. خب احد هم بیرون مدینه است، ولی حضرت زهرا سامان علیها حالا به چه ترتیبی می رفتن، یا امیرالمومنین حضرت رو می بردن اول روز، باز بعد از ظهر می آمدن و برمی گردوندن، اینها بوده است که حضرت می آمدن اونجا و گریه ها داشتن و عزاداری می کردن و احیانا بعضی از افراد اونجا حضرت رو ملاقات میکردند و گفت و شنودهایی داشتند. از جمله اونها محمود ابن لبید هست، یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ایشون از صحابه ایست که خب اسمش در کتاب ها در آثار هست، در ذکر شده در کتاب های مختلف شیعه سنی
شرح حالش رو نوشتند و از جمله این سوال و جوابش در چند کتاب نقل شده که میگوید لما قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم کانت فاطمه تأتی قبور الشهدا و تأتی قبر حمزه و تبکی هناک، می آمد کنار قبر شهدا و کنار قبر حضرت حمزه و اونجا می نشست و گریه می کرد. ایشون می گوید محمود ابن لبید یک روز من کنار قبر حضرت حمزه آمدم و با اون حضرت گفتگویی کردم. فلما کان فی بعض الایام اتیت قبر حمزه فوجدت تبکی، آمدم دیدم حضرت زهرا سامانی ها مشغول گریه هستند، دور ایستادم تا حضرت زهرا یه قدری گریهشون آرام شد. خب وقتی گریهشون آرام شد حتی سکنت، فاتیتها و سلمت علیها، آمدم نزدیکتر و سلام کردم و به اون حضرت عرض کردم یا سیدت النسوان، ای برترین زنان جهان، والله قد قطعتی نیات قلبی به بکائکی، به خدا قسم بندهای دل مرا شما پاره کردید با این گریه هاتون. این گریه های حضرت زهرا اونقدر جانسوز بوده که ایشون این طور تعبیر میکند به حضرت زهرا سامانی ها که من خلاصه دلم ریش ریش شد بر اثر گریه های شما. فقالت یا ابا عمر و یحق لی البکا، کنیه محمود ابن لبیده، ای ابو عمر من حق دارم که اینطور گریه کنم، چرا؟ فقد اصبتو بخیر الآباء رسول الله، بهترین پدران که رسول خدا باشد من از دست دادم، فقدان پیغمبر بود است برای من، یعنی فقدان ظاهری در این دنیا. و شوقاه الى رسول الله، چه بسیار مشتاق دیدار رسول خدا هستم. و بعد این بیت شعر رو انشاء فرمودن، ثم انشأت تقول اذا مات یوما میت قل ذکره و ذکر ابی مضمات والله اکثر، یعنی هرگاه یک کسی از دنیا می رود دیگه کمتر یاد او می شود، اما به خدا سوگند یاد پدر من از روزی که از دنیا رفته است به مراتب بیشتر شده است، بیشتر من یاد می کنم پدرم را یا دیگرانم مثلا یاد می کنم. بعد حضرت زهرا سلام علیها ها جوابی دادن از سؤال محمود ابن لبید، اون این که گفت ای دختر پیامبر من یه سوالی در ذهنم قلجان می کند و در سینم نگه داشتم این سوال رو، حالا می خواهم از شما سوال کنم، بین که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راجع به علی ابن ابی طالب و امامت اون حضرت تصریح کردن؟ صراحتن گفتن که علی امام است بعد از خودشون؟ حضرت زهرا فرمودن وا عجبا، شگفتا، آیا فراموش کردید روز غدیر خم را؟ انسیتم یوم غدیر خم؟ محمود ابن لبید میگوید قد کان ذلک، بله درسته که روز غدیر پیغمبر امیرالمومنین رو معرفی کردن، ولی به من خبر بدید شما آیا در سر و مخفیانه هم دوباره تأکید کردن پیغمبر به شما که بعد از اون حضرت علی است امام و جانشین اون حضرت؟ حالا اینجا بین پرانتز من اشاره کنم که یکی از شگردهای غاصبین خلافت این بود که قسم می‌خوردن برای مردم به این که درسته در غدیر پیغمبر علی رو معرفی کرد به خلافت، ولی بعداً از حرفش پیغمبر پشیمون شد و لذا گوشه و کنار مخفیانه پیغمبر میگفت که نه بابا علی من پشیمونم که مثلا او رو قرار دادم، مثلا شما خودتون بشینید هر کس رو میخواد انتخاب کنید علی اعوذ بالله، و لذا یه عده‌ای رو به همین نحوه فریب داده بودن. و عجیبتر این که پیغمبر صلی الله علیه و آله فقط در عید غدیر به
خلافت امیرالمومنین تصریح نفرموده بودن، بلکه از روز اول بعثت که و انذر عشیرتک الاقربین و که در کتب خود آقایون هم کم و بیش اشاره شده، اینا همه هست. اینا در اواخر رو مقصودشون بود، یعنی مثلا پیغمبر بعدی که برگشتن از غدیر، این آخری ها دیگه پشیمون شدن علیه عزو بالله، و در طول 23 سال همینطور تأکید داشتن رسول خدا. حالا محمود ابن لبیدم که انه این شبه براش ایجاد شده، لذا به حضرت عرض میکند که آیا هل اسر الیکی رسول الله؟ حضرت فرمودن اشهد الله تعالی، خدا رو شاهد میگیرم که از پدرم پیغمبر شنیدم میفرمود علیون خیر من اخلفه فیکم، علی بهترین کسی است که بعد از خودم جایگزین میکنم در بین شما، و هو الامام و الخلیفه بعدی، او امام و خلیفه بعد از من است. کلمه امام، کلمه خلیفه، اینا رو پیغمبر تصریح کردن. و سبطای و تسعتون من صلب الحسین ائمتون ابرار، نه فقط امیرالمومنین را بلکه دو سبط خودشون حسن و حسین و نه امام از فرزندان امام حسین رو پیغمبر اکرم تأکید کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها اینها رو گوشزد میکنن برای محمود ابن لبید. لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادین مهدیین، اگر از اینها پیروی کنید اینها را هدایتگر هدایت شده خواهید یافت، اما اگر مخالفت کنید با ایشان طبعا این اختلاف تا روز قیامت ادامه خواهد یافت. یعنی حضرت زهرا صدیقه کبرا خبر میدن از این اختلاف مسلمین تا روز قیامت از پیغمبر پیغمبر فرمودن. بله بله، اگر پیروی از اهل بیت نباشه، یعنی اهل بیت مایه واقعی وحدت مسلمین هستن. همین هست. بله حسن، احسنتم جناب استاد. اگر اجازه بدید یه میان برنامه‌ای داشته باشیم مجددا ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. بینندگان گرامی همراه ما باشید. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام. امام باقر عليه السلام می فرمایند خداوند در حمد و ستایش به چیزی برتر از تسبیح فاطمه علیها السلام عبادت نشده است. جناب استاد حائری، صحبت‌های محمود ابن لبید با بی بی دو عالم رو می‌فرمودید که ادامه صحبت‌ها رو اگر بفرمایید. بله، محمود ابن لبید معلوم میشه سوالات متعددی در ذهنش بوده که حالا فرصت پیش آمده از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال می‌کنه. باز در رابطه با همون مسئله خلافت و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه و اینکه چرا حضرت حق خودشون را مطالبه نکردن، قیام نکردن، همین سوالی که مخصوصا در این سالهای اخیر خیلی این رو بعضی از این وهابی ها و اینا دامن میزنن، هی تکرار میکنن، و اینکه هزار بار هم مکم و زیادش مثلا جوابشون داده بشه و جوابهای مستدلی که متون روایات ما دلالت میکنه بازم هی تکرار میکنن، خیال میکنن که با تکرار مثلا این شبه های اضافه میشه. در حقیقت به نظر میرسه اکثر این سوالات یا شبهاتی که مطرح میکنن برای همون مردم به اصطلاح عوامی که از خودشون اطلاعاتی آنچنان ندارن، اگر نه شیعه که گفت بزرگ و کوچک شیعه و عالم و غیر عالم شیعه به این مسائل آگاهن و جواب علمای اونها را حتی راحت میتونن بدن. همینطور میگوید یا سیدتی فما باله قعد عن حقه، ای بانوی من، پس چرا امیرالمومنین که این طور پیغمبر تأکید داشتن که او جانشین منه، امام بعد از منه، چرا حق خودشون را مطالبه نکردند و از گرفتن حق خودشون کنار نشستن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند یا ابا عمر لقد
قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل الامام مثل الكعبه اذ تؤتى ولا تأتي، او قالت مثل علی که تردید از محمود بن عبید به نقل از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت زهرا سلام علیها فرمودن ای ابو عمر پیغمبر اکرم فرمودن مسئله امام مسئله کعبه است که مردم باید برن سراغ کعبه، نه اینکه کعبه بیاد، کعبه هیچ وقت حرکت نمی کنه به سوی مردم بیاد، پس مردم باید برن به سوی کعبه و اطراف کعبه طواف کنن. یا فرمودن مسئله علی علیه السلام مسئله کعبه است که علی علیه السلام امیرالمومنین مانند کعبه است که باید مردم به سوی، یعنی وظیفه مردمه که برند دنبال امام، نه اینکه امام دنبال مردم راه بیفته. ثم قالت اما والله لو ترك الحق على اهله واتبعوا اثرة نبيه لما اختلف في الله اثنان، به خدا سوگند اگر مردم پیروی میکردند از حق و باطل رو رها میکردند و حق را به حقدار میدادند به اهل اون واگذار میکردند دو نفر اختلاف پیدا نمیکردند درباره خدا پرستی و خدا شناسی، یعنی در دین اختلافی پیدا نمیشد، در اسلام اختلاف پیدا نمیشد. تمام اختلافات منشأش آن است که خلافت را از امیرالمومنین سلام الله علیه غصب کردند و مردم کوتاهی کردند از مراجعه به اون حضرت. این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد ولورثها سلف عن سلف و خلف بعد خلف، و این امر امامت را افراد برجسته و برگزیده خدا پیاپی به یکدیگر به ارث میدادند تا آخر، تا وقتی که قیام کننده ما به پا خیزد، حتی یقوم اون نامی که باید به پا خیزد حضرت حجت علیه السلام التاسع من ولد حسین، نهمین فرزند امام حسین علیه السلام. این تأکیداتی که راجع به وجود مقدس امام زمان ارواح و نالال فدا هست با این تعبیر که در روایات فراوانی هست که تاسع من ولد الحسین، ولیکن قدمو من اخره الله، اما این مردم چه کار کردن؟ اون کسی را جلو انداختن که خدا او را تأخیر انداخته، یعنی ابو بکر و عمر رو خداوند متعال مقدم نداشته، مردم جلو انداختن اینا رو. جالب اینه اگر از خودشون هم سوال کنیم که این دو نفر را که شما اینقدر بزرگ میشمارید یا مقدس میدانید آیا خدا اینها رو انتخاب کرده؟ میگن نه. بله میگن نه. میگیم آیا پیغمبر اینها رو انتخاب کرده؟ میگن نه. میگیم پس چگونه؟ میگن مردم. خب حالا جواب اینه، اگه کسی مردم او را انتخاب کردن مقدس میشود؟ خب این همه در طول تاریخ مردم رؤسای جمهور انتخاب میکنن، کسی گفته رئیس جمهوری مقدسه؟ و اخر من قدمه الله، اون کسی رو که خداوند مقدم داشته او رو تأخیر انداختن. حتی اذا الحد المبعوث و اودعوه الجدث المجدوث اختارو به شهوته، بعد از اینکه پیغمبر رو دفن کردن اینا رفتن دنبال هوا و هوس خودشون، شهوات خودشون، افرادی رو انتخاب کردن و برگزیدن. اختارو به شهوتهم و عملو به آرائهم، روی رأی خودشون و نظر خودشون این کار رو انجام دادن. تبن لهم، مرگ بر آنان باد. اولم یسمعوا قول الله، آیا نشنیدن کلام خدا را که میفرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره؟ این رو نشنیدن؟ بل سمعوا، چرا شنیدن، ولکنهم کما قال الله سبحانه فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، که دل هاست که کور میماند و چشم ها و دیده ها باز است، اما دل ها کور و نابینا و از شناخت حق برکنار.
جناب استاد حائری، بی بی دو عالم در اینجا در جواب محمود ابن لبید به روشنی حق آقا امیر مؤمنین را از زبان پیغمبر بیان کردن و روشنگری میکنن در حقیقت. آیا مورد یا موارد دیگری هم بوده که بی بی دو عالم باز از حق مولا دفاع کنه و به این صورت روشنگری بفرماید؟ بله، موارد فراوان. مرد هایی که می آمدن خدمت حضرت زهرا سامانی ها، احیانا حضرت گوش زد می کردن امر امامت امیرالمومنین و خلافت را. زن هایی که اینها به محضر حضرت می آمدن احیانا، مثلا روایتی ما داریم ام سلمه یک روزی شرفیاب شد خدمت حضرت زهرا سامانی ها، حضرت صدیقه طاهره سامانی ها رو وقتی احوال پرسی کرد، حضرت اینطور جواب دادن، عرض کرد کیف اصبحتی عن لیلتی کی یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا، در چه حالی شما، مثلا حالتون چطوره از دیشب تا حالا مثلا چگونه؟ فقالت اصبحت بین کمد و کرب، من در حالی صبح کردم که بین غم و اندوه قرار دارم. این غم و اندوه ها چیه که شما در بین اونها قوطه‌ور هستید؟ فقد النبی و ظلم الوصی، فقدان پیامبر و ظلم و ستم بر وصی پیغمبر. صریحا حضرت می‌فرمایند که ظلم بر وصی پیغمبر. هتک والله حجابه من اصبحت امامته مقتضبتا علی غیر ما شرع الله فی التنزیل، یعنی به خدا سوگند حد که حرمت شده است اون کسی که امامتش را غصب کردن و رو بودن. این امامت اون حضرت رو کنار زدن، حضرت رو کنار از این امامت، برخلاف اون چرا که خداوند تشریع فرموده است و در آیات کریمه قرآن اون را بیان کرده و سنت پیامبر بر اون دلالت میکنه. على غير ما شرع الله في التنزيل وسنن النبي في التأويل ولكنها احقاد بدريه وترات احديه كانت عليها قلوب النفاق مكتمنه لامكان الوشاط. تا آخر كلام حضرت بيكه اينها كينه هاي است كه از بدر در دل ها جاي گرفته و خونخواهی هایی که در احد اینها در سر پروروندن، جنگ های بدر و احدی که پیامبر با مشرکین و کفار داشت و امیر مؤمنان همیشه فاتح بود و این کینه ها الان بروز کرد. بله، چون اینها مخصوصا عنوان احد رو هم حضرت زهرا سامانی ها اشاره میکنن، خیلی از مردم اینا توجه ندارن به قضیه احد که چه توطئه‌ای در کار بود. اصلا اینا میخواستن پیغمبر رو همونجا به قتل برسونن. قضیه یک نقشه‌ای بود بین منافقین و مشرکین و اینکه فرار کردن یک عده‌ای از میدان جنگ، این روی تاکتیک قبلی بوده است و حالا که دیدن پیغمبر کشته نشده، کینه بیشتر در دل گرفتن نسبت به امیرالمومنین سامانی که حضرت استقامت کردند. پروانه‌وار استقامت امیرالمومنین سامانی که جبرئیل نازل شد و بین زمین و آسمان اعلام کرد لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، اینها عصبانی و ناراحتند که چرا ما فرار کردیم برای این کار که پیغمبر کشته بشه، ولی خب نتیجه ای نداد و اگر منقبت دیگری به مناقب امیر مؤمنان اضافه شد. پس اینها هم در بدر که بزرگان بنی امیه اینها کشته شدند و این آقایون هم با اون بنی امیه سر و سری داشتن، رفاقت داشتن، و هم در احد این قضیه‌ای که اشاره کردم اینها تو دلهاشون بوده، حالا بروز کرده است علیه امیرالمومنین سامانی. ولذا بعد از خلافت حالا که غصب کردند نفر اول و دوم، بعد دیگه تقریبا کمپلت سپردن به بنی امیه دیگه. بله، عثمان که میاد از بنی امیه است و بعدش هم دیگه یزید و معاویه و بنی مروان و دیگه اینها بر گرده مسلمین سوار میشن و مسلط میشن بر رقاب مسلمین. بله، اینا مقدمات همین بوده که اونها رو روی کار بیارند و
اسلام رو برگردونن به جاهلیت، یعنی مردم را به زمان جاهلیت برگردانند و اون صورت ظاهر اسلامی که ما مشاهده میکنیم اون اسلامی است که در واقع حتی از جاهلیت هم بدتر است. جناب استاد حائری اشاره فرمودید که بی دو عالم سر قبر عموشون حضرت حمزه میرفتن و مصیبت‌های خودشون رو به انواع مختلفی اظهار میکردن، از جمله سر قبر پدر بزرگوارشون پیامبر اکرم میرفتن. در سر قبر پیامبر اکرم آیا اونجا یک نوع خاصی از اظهار مصیبت داشتن حضرت؟ بله، حضرت زهرا سلام علیها اولا این مطلب معلوم باشه که بعد از پدرشون پیغمبر پیوسته گریه میکردن، گریه های شدید داشتن، لذا در یک روایتی از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن البکاون خمس، کسانی که بسیار گریه کردن در تاریخ اینها پنج نفر بودن. بعد برشمردن حضرت آدم رو، حضرت نوح رو و حضرت یوسف رو و حضرت یعقوب رو و حضرت فاطمه زهرا سلام علیها رو، که حضرت زهرا با اینکه از جهت زمانی خیلی زمانشون کوتاه‌تر بوده از همه اون چهار نفری که در قبل نامشون بله. برده شده، عمر کوتاهی داشتن، بله، ولی در ردیف اونها قرار داده شدن در کلام امام صادق علیه السلام، چون همواره حضرت شبانه روز گریه میکردن و بعد این گریه ها و ناله ها و اظهار تأثر ها از دگرگون شدن اسلام بود اساسش و مسئله اینکه مردم از حریم دین دارن فاصله میگیرن و زحمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو که انه میخوان از بین ببرن. و علی رغم اینکه عمر ایشون کوتاه بوده، این مدت گریه ایشون هم در حقیقت که ادامه داشته و جزء بکاون و گریه کنندگان شده، باز بعد از پدر بزرگوارشون هم عمری نداشتن، یعنی در این 75 روز حالا تقریبا، بله، یا روایتی هم گفتن 95 روز یا 95 روز یا حتی بعضی 40 روز گفتن. چقدر در این مدت ایشون گریه کرده که جزء بیشترین گریه کنندگان قرار گرفت؟ عده‌ای از علمای نجف اشرف اینا در ایام 40 روز مجالسی به پا می‌کردن به عنوان شهادت حضرت زهرا سلام علیها که اون قول را تقویت می‌کردن عده‌ای، این که حالا حداقلش 40 روز و حد اکثرش 95 روز طبق روایات شیعه، البته یا حالا انشالله اشاره خواهیم کرد در بعضی از برنامه‌های آتی تاریخ شهادت حضرت زهرا سلام علیها و سایر خصوصیاتی که مربوط به این قضیه است. انشاءالله. اگر اجازه بدید همراه با بینندگان گرامی مجددا یک میان برنامه کوتاه داشته باشیم و انشاءالله خدمتون خواهیم بود. اللهم صل على فاطمة وأبيها، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صحبت از این بود جناب استاد که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نبی گرامی اسلام و غصب خلافت به انحاء مختلفی اظهار مصیبت میکردن، از جمله سر قبر عموشون حمزه میرفتن، سر قبر پدر بزرگوارشون میرفتن و سر قبر پیامبر آیا برنامه خاصی داشتن؟
وقتی می آمدن کنار قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، می دونید که قبر پیغمبر اکرم یه کنار مسجد و متصل به مسجد بود، لذا مردم اطراف قبر پیغمبر بودند و در مسجد بودند و از اون دری که به مسجد باز می شد، حضرت زهرا سلام علیها ها برای آمدن کنار قبر پیغمبر اکرم از اون استفاده می کردن، از این در، و موقع خطبه خوندن هم از این در اتفاقا وارد مسجد شدن که انشاءالله در بحث خطبه حضرت زهرا سلام علیها ها اشاره خواهیم کرد. و وقتی می آمدن کنار قبر پیغمبر، خب با شیون و ناله این مطلب رو اظهار می کردن: ابتا امسینا بعدک من المستضعفین و اصبحت الناس عنا معرضین، ای پدر ما بعد از شما جزء به ضعف کشیده شدگان شدیم، یعنی افراد بر ما ظلم کردن و ما را تضعیف کردن و اون قوه‌ای که ما داشتیم در جامعه، شوکتی که داشتیم، اینها رو سعی کردن که در هم بشکنند و ما رو خانشین بکنند. مردم از ما روی گردان شدن و اصبحت الناس عنا معرضین و اشاره می کردن به مصیبت‌هایی که بر اون حضرت وارد شده. بعد احیانا یه مقدار از خاک قبر پیغمبر بر می داشتند و استشمام می کردن، می بویدن. بعد این ابیات را بر زبون جاری می کردن: ما دا علا من شم تربت احمدین الله یشم مد از زمان غوالیا، یعنی اگر کسی خاک تربت پیامبر را استشمام کند و ببوید، این نباید باکی داشته باشد از اینکه هرگز در طول زندگانی خودش بوی مشک به مشامش نرسد، کنایه از اینکه بوی قبر پیغمبر از بوی مشک هم معطرتر و قویتر است. بعد این بیت را: صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، بر من مصیبت هایی ریزش کرد که اگر بر روزها این مصیبت ها وارد می شد، تیر و تار می گشتن تمام روزهای تاریخ و روزگار. و همچنین از جمله مواردی که حضرت زهرا سلام علیها ها می رفتند و عزاداری می کردند و گریه می کردند، بیت الاحزان بوده است که یک اتاقکی بوده، وقعی بوده که آقا امیرالمومنین سلام علیه برای حضرت زهرا سلام علیها ترتیب دادن که حضرت زهرا اونجا می رفتند و گریه می کردن و عزاداری می نمودن. حالا چرا حضرت علی علیه السلام یک بقعه خاص یا ترتیب دادن، مگر حضرت زهرا سلام علیها در منزل خودشون نمی تونستن گریه بکنن؟ احیانا آمدن منع کردن از گریه کردن حضرت زهرا. هم داره در بعضی از روایات که اینها آمدن به حضرت زهرا پیغام دادن توسط آقا امیرالمومنین سلام علیه که یا حضرت زهرا شب گریه کند روز آرام بگیرد و یا روز گریه کند و شب آرام بگیرد، زیرا که ما آسایش نداریم از این جهت. خب چرا آسایش ندارن؟ چون وقتی حضرت زهرا گریه می کردن، اطراف خانه حضرت زهرا، همسایه‌ها، هر کس در حضرت زهرا رو می شنید، اونها هم به گریه می افتادن. دیگران هم که دورتر بودند، اونها هم به گریه می افتادند. طبعا شهر مدینه یک پارچه گریه و شیون و زاری می شد و این قضیه برای کسانی که غصب خلافت کرده بودند گران تمام می شد، اینکه شهر، یک شهر ماتم زده، عزادار، هر که وارد شهر می شد سوال می کرد چه خبره که اینطور مردم همه به شیون و گریه و زاری اقدام کردن. گفته میشد چون دختر پیغمبر گریان هست.
یعنی گریه حضرت زهرا به عبارتی هم اظهار مظلومیت بود و گریه دیگران اظهار همدردی با این بیت بود، لذا غاصبین حکومت اینو تحمل نمیتونستن بکنن. بله. و من کردند و گفتن نباید ایشون گریه کنه. با حالا با این لحن، شاید نه لحنی که مثلا به حضرت پیغام ما رو برسانید، که حضرت اینطور، حضرت زهرا در جواب فرمودند که به خدا قسم نه شب آرام میگیرم و نه روز تا به پدرم ملحق شدم. لذا می آمدن بقیع. بقیع خب قبرستانه، بقیع اونجا حضرت عزاداری میکردند و گریه میکردند. امیرالمومنین سلام علیه برای اینکه یک سایبانی داشته باشن حضرت زهرا سلام علیها در بقیع، برای حضرت بیت الاحزان ترتیب دادند. و این بیت الاحزان تا زمان اخیر بوده است، تا حدود 80 و چند سال پیش جزء بقعه های حجاز مدینه بوده است. مکه، مدینه، طائف، عرشبت که جده، جای دیگر حجاز متاسفانه از روزی که وهابی ها اینها سر کار آمدن تمام این بقعه ها را ویران کردن و از بین بردن، از جمله بیت الاحزان، که بیت الاحزان در بسیاری از منابع ما و منابع اهل سنت اسمش آمده و خصوصیاتش و موقعیتش به اینکه کجا بوده از جهت جغرافیایی، از جهت خصوصیات دیگر، اینها رو در کتاب ها نوشتن، مخصوصا در سفرنامه هاشون اونایی که به حجاز رفتن و حج مشرف شدن یا عمره مشرف شدن، اینا در سفرنامه هاشون جریان بیت الاحزان رو نوشتن که حضرت زهرا سامنانی ها در این بیت الاحزان گریه میکردن. این بیت الاحزان تا این اواخر همونطور که عرض کردم، یعنی تا قرن اخیر بر سر پا بوده و مردم میرفتن به عنوان اینکه اینجا قدمگاه فاطمه زهرا سامنانی هاست. و اینجا واقعا جای تأمل داره که معمولا ادیان و مذاهب سعی میکنن آثار دینی و باستانی خودشون رو احیا کنن، زنده نگه دارن، اما این وهابی‌ها از روزی که آمدن تا حالا هرچه آثار اسلامی، آثار اهل بیت بوده در مدینه و مکه از بین بردن. و این خودش جای تأمل داره برای بینندگان عزیزی که میبینن و میشنون. بله، این هم یکی از موارد اظهار مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده که در این بیت الاحزان حضرت اظهار میکردند و عزاداری میکردند. در بعضی از نقلا هست که امام حسن، امام حسین رو هم همراه خودشون میبردند، که این دو بزرگوار هم همراه مادر گرامی خودشون میرفتند در بیت الاحزان و اونجا عزاداری میکردند. موقع غروب که می شده آقا امیرالمومنین سلام الله علیه می آمدند و حضرت زهرا رو بر می گردوندند به منزل. احسنتم، طیب الله انفاسکم، متشکر، خسته نباشید، استفاده کردیم. بینندگان عزیز و گرامی، با امید اینکه این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه، تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. لعن الله قاتلی که یا فاطمه الزهرا. سلام محضر شما بینندگان محترم. در این بخش از برنامه مادر هستی و امروز قصد دارم روایتی مفصل رو محضر شما تقدیم بکنم، سندی که از زبان بی بی دو عالم برای شما مطرح شده و اهل تسنن به صراحت رو بیان کرده. توضیح اضافه نمیدم چون روایت کاملا گویا و واضحه. این روایت رو در کتاب الامامت و سیاست جلد یک صفحه 31 میتونید پیدا بکنید. عمر به ابوبکر گفت بیا به نزد فاطمه بروی. پس به درستی که ما وی را غضبناک نمودیم. پس با هم آمدن از فاطمه اجازه ورود بگیرند. حضرت اجازه ورود به آنها نداد. محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفتند و با وی صحبت کرده
و با ایشان به نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدند. پس هنگامی که در نزد وی نشستند، فاطمه زهرا سلام الله علیها روی خود را به سوی دیوار برگردانید. آن دو یعنی عمر و ابوبکر به دخت پیغمبر سلام کردند، اما فاطمه زهرا جواب سلام ایشان را نداد. ابوبکر رو به حبیبه رسول کرد و گفت: ای دخت گرامی پیغمبر، ما از پدر شما شنیدیم جواب سلام واجب است. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود: آری، اما جواب سلام مسلمان. قدری ناراحت شدن این دو. ابوبکر رو کرده به فاطمه و این چنین گفت: ای دخت گرامی پیغمبر، تو برای من بسیار محبوبی، حتی از عایشه نزد من محبوب تری. آیا فکر می کنی با تمام شرافتی که از تو من سراغ دارم، آیا در حق تو چنین ظلم می کنم؟ پس فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: اگر حدیثی برای شما نقل کنم و شما را قسم می دهم حق آن کسی که آن را می پرستید، آیا به او عمل می کنید؟ گفتند: آری. شما را قسم می دهم، آیا نشنیدید که پیغمبر فرمود هر کس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده، هر کس مرا آزار دهد خدای را آزار داده است؟ گفتند: آری. پس فاطمه زهرا رو به آسمان کرد و گفت: خدایا شاهد باش این دو نفر به من ظلم کردند و من تا روز قیامت از حق خود و از اینان نمی گذرم و تو را قسم می دهم اینان را در عذاب خود تا روز قیامت نگه داری و در قعر آتش جهنم قرار دهی. ابوبکر و عمر گریه کنان از خانه فاطمه بیرون آمدن. مردم دور آنها ریختن و سوال کردند که چرا گریه می کنی؟ و ابوبکر شرح ماوقع داد و گفت: شما مردم با من بیعت کردید و اینک که این چنین شده و من مورد قهر فاطمه قرار گرفتم، دور مرا تنها گذاشتید. و الالآخر روایت که می توانید از کتاب مطالعه بکنید و من توضیح اضافه نمیدم. فقط همینقدر براتون بگم که تا آخر عمرش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها با این دو نفر صلح نکردن و با حالت غضبناک از دست این دو نفر پس از 75 روز از شهادت پیغمبر و یا به روایتی 95 روز از دنیا رفتند. تا برنامه بعد، یا علی مدد. اللهم صل على فاطمه و ابيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. إنا أعطيناك الكوثر. فاطمه رو داده. حالا میشه من یه سوال کنم؟ اگه یکی بیاد به این هدیه خدا یه سیلی بزنه، این جرمش چیه؟ ها؟ ها؟ اگه یکی بیاد چادر این خانم رو خاکی کنه، فکر نکنید یکی فاطمه رو زده ها؟ چند نفر زدن؟ یه سیلی که نبوده، یه نفر نبوده، چند نفر زدن؟ چرا؟ مغیره زده، قنفذ زده، دومیه زده. هر روز
قنفذ و مغیره وای میسیدن سر کوچه، هر وقت علی رو میدیدن با تمسخر سلام علیکم حالتون چطوره، یعنی خوب فاطمه تو کشتیم ها. اینا قربت های فاطمه و علیه. ای بانوی پاک آسمانی، ای یاس کبود ارغوانی، شرمند شدم میان کوچه زهرا چرا میگی؟ یک سو دیدم دیگه، خودم دیدم، یک سو همه لشگر، یک سو تو دلاور، خودم داشتم تماشا میکردم، یک سو همه لشگر، یک سو دلا، اونا با چه حالی؟ یک دست شکست بر دامنه، ای جان علی، ای جان علی فدا نهانه. چرا هیقدر قصات هم من پنهان میکنه؟ فاطمه با من نگی، با کی میخوای بگی؟ زهرا جان من علی میرم سرمو تو چاه میکنم، به چاه میکنم، به من بگو. ای جان علی فدای جانه، بگو از غم نهانه. از کدوم غمش بگه علی جان؟ تو بگو. از محسن و چشم و دست و پهلو. دیگه از چی بگه؟ از شعله بگو با گیسو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت محمد یا قرة عین الرسول. السلام علیک یا زوجة ولی الله یا فاطمة الزهرا. السلام علیک یا ام الحسن والحسین. سلام، سلام به تمام کسانی که قلوبشون مملو از محبت بیبی دو عالم فاطمه است، که داشتن محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی داشتن محبت همه امامان، چون بی بی دو عالم مادرن و مادر بن و ریشه هر مسئله و مطلبیه. سلام من به محضر حضرت بقیت الله و عرض تسلیت به ساعت مقدس ایشون. شهادت مرگیس انتخاب شده، مرگی که انسان به سوی اون میره، نه اون مرگ به سمت انسان میاد. به دلیل همین انتخاب و بینش باز نسبت به جدا کردن این نوع مرگ، اون مرگ و اون عمل خیلی با افتخاره. از اون طرف شهید از اسماء الله و البته معانی مختلفی داره و رایج ترینش این هستش که کسی که در راه خداوند کشته میشه رو بهش شهید میگن و نوع مرگش رو شهادت میخونن. و از اونجایی که امیر المؤمنین علی علیه السلام خلیفه الهی و وصی بر حق پیغمبر است و برگزیده الهیه و کسی که خلیفه خدا باشه قطعا در مسیر خدا قدم برمی‌داره و کسانی که در مسیر اون خلیفه و به خاطر دفاع از حق اون خلیفه کشته بشند
قطعا شهیدن و بدون این فاطمه زهرا سلام الله علیها کشته راه حقه. ساعت احتضار فرا رسید. در این هنگام بی بی دو عالم پرده از صورتشون برداشتند و حضرت نگاهی تند و عمیق افکنده و فرمودند: سلام بر جبرئیل، سلام بر رسول خدا، پروردگارا مرا با پیامبرت محشور کن و در رضوان خود و در جوار رحمتت دارالسلام مسکن ده. آنگاه فرمود: آیا آنچه را من میبینم شما هم میبینید؟ گفتند: شما مگر چه میبینید؟ فرمود: این موکبهای آسمانی است و این جبریل است و این رسول خدا که میفرماید دختر عزیزم پیش من آی، زیرا آنچه در پیش داری برای تو بهتر از حالت میباشد. آنگاه چشم خود را باز کرد و سپس فرمود: ای قابض الارواح، سلام بر تو. اینجا بود که بی بی دنیا رو بدرود گفت و به دیار باقی شتاف و شیون و گریه اطفال فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنینی که در کوچه می دویدن به دنبال علی رو اهل مدینه شنیدن، تا آنجایی که خبر شهادت در مسجد وقتی به گوش مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رسید، علی علیه السلام بنابر یک سری روایات با شنیدن این خبر پشت او فرو ریخت و تمام غم و غصه عالم بر قلب او نشست، چون بهترین و قویترین و وفادارترین یار خودش را از دست داده بود و دوان دوان به سمت منزل آمد و شد این که علی هم سیاه پوش فاطمه بشه. تا برنامه بعد، یا علی. رفتن تو را تقدیر بود و ماندن مرا، چه رسم غریبی است این آمدن ها و رفتن ها. رفتی و ندیدی ماندن تصویرت را در قاب همیشه تاریخ و من ماندم. ماندم و دیدم مشق کودکانت را در تف، در نینوا، در کربلا، مشق آب، مشق بابا آب. مادرم مادرم با ویلا، مادرم مادرم با ویلا، مادرم مادرم با ویلا، مادرم مادرم با ویلا. تمام بوستان را سر بریدم. سایه سار نگاه علی مرتضی مستدام.